خوش اومدید به برنامه دوم از سلسله برنامه‌های صد زن. در این برنامه پرسش‌های درباره مسائل زنان مطرح می‌کنیم و اینکه چرا زنان در مقایسه با مردان فرصت‌های کمتری دارند و مشکلاتی بیشتر. چطور می‌توان وضعیت زندگی زنان را بهتر کرد؟ ما بر روی موضوعاتی انگشت می‌گذاریم که از جهاتی کمتر درباره آنها گفته شده. در برنامه امشب دو مهمان داریم. نادره شاملو، مشاور ارشد سابق اقتصادی در بانک جهانی که از استودیو ما در واشنگتن با ما هستند، و همینطور سارا شیرزاد، کارشناس آموزشی، باز هم از واشنگتن همراه ما. مهمانان ما درباره فرصت‌هایی میگن که شبکه‌های اجتماعی در فضای کسب و کار در اختیار زنان گذاشته، خصوصا زنان هنرمند و کارآفرین. گاهی شما با موفقیت فقط چند کلیک فاصله دارید. شبکه‌های اجتماعی فرصت‌های زیادی برای هنرمندان و کارآفرین‌ها به وجود آورده، مخصوصاً برای زنان. از کسب و کارهای کوچک مثل فروش کارهای هنری که در خانه تولید می‌کنند تا تجارت‌های میلیونی که در فضای شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. بر اساس آمارهای بین‌المللی 224 میلیون زن در جهان تجارت خودشون رو دارن یا در حال راه اندازی اون هستند. درک بهتر شرایط کسب و کار و شبکه‌های اجتماعی به زنان در ایران و دیگر کشورها کمک کرده تا کار خودشون رو گسترش بدن. نعیمه نامجو پای گفتگوی چند زن نشسته که با کمک شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر برای خودشون تجارتی راه انداختن. در بروکسل کار حقوقی می کردم. به هم گفتن در این محیط‌های سنتی سالها باید منتظر بمونی تا پیشرفت کنی. بعد از اون بود که تصمیم گرفتم کارهای متفاوتی انجام بدم و به واشنگتن مهاجرت کردم. با خواهرم شروع کردیم پست کردن عکسامون از سفرهای خارجی روی شبکه‌های اجتماعی. بعد رفتیم سراغ توییتر و واکنش‌ها خیلی زیاد بود. بعد از اون هم یه وبلاگ درست کردیم. اون موقع تازه اول کار بلاگرها و اینفلوئنسرها بود. بعد از 3 ماه بازدیدها به 100 هزار در ماه رسید. بعد از اون مارک ها سراغمون اومدن و کار با اونها شروع شد. اولش برای یه توییت 99 دلار می گرفتیم. حالا رسیده به 20 هزار دلار برای یه پست. بعد از اون هم یک آژانس تأسیس کردیم که با اینفلوئنسرها کار میکنه. فکر می‌کنم فضا برای زنان برای شروع کار تازه بهتر از همیشه است. یکی از عوامل اصلی شبکه‌های اجتماعی‌اند. وقتی در شبکه‌های اجتماعی کسانی دنبالتون می‌کنند، قدرت بیان و تاثیرگذاری پیدا می‌کنید. موضوعی که برای زنان بسیار مهمه. سال 2014 شروع کردم اولین کارم رو روی چمدون کار کردن. اون کار رو گذاشتم اول توی پیج کاریم و خیلی استقبال شد. بعد یواش یواش شروع کردم روی چند تا کفش این کار رو انجام دادم. خیلی همچنان مردم میپرسیدن و پیام‌های خصوصی میدادن. یه پیامی دریافت کردم که یه کفش گرون قیمتی رو که دادن به من که من روش کار کنم و من این کار رو انجام دادم، به طرح‌های مینیاتوری روش انداختم و من این عکس رو گذاشتم توی پیج کاریم و این عکس جوری پخش شد به صورت ناباورانه که خیلی از مردم فکر میکردن که اون در واقع کارخونه اون کفش سازی در واقع اون طرح ایرانی رو زده. شغل اصلی من در واقع این بود. سفارش‌های خیلی زیادی داشتم، جوری که واقعا بعضی موقع وقت نمی‌کردم که اینا رو به موقع انجام بدم. با رنوویت کردن لیسته ها یه جورایی اون یه بستری بود برای پیاده کردن نقاشیام روی اون اثر. برخلاف این چیزی که فکرشو میکردم خیلی 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 استقبال خوبی شد و قبلا مثلا فقط خانواده و دوست و آشنا منو میشناختن، اما از وقتی که من کارام با اینستاگرام یه چیز عمومی‌تر شد و من از مردم انرژی میگیرم.
به خاطر اینکه من گالری شخصی نمیتونستم داشته باشم، یکی به خاطر اینکه هم چرخوندن یه گالری شخصی یکم کار سختیه و هم هزینش برام سخت بود، به این دلیل من از اینستاگرام استفاده کردم. کلن جامعه بیزینسی برای آقایون بیشتر از خانم مهیا بوده و این اینستاگرام یه جورایی کمک حال خانم ها شده و یه جورایی راه رو راحت تر کرده برای ارائه کاراشون. سن نوجوانیم یا جوانیم هرچی که میخواستیم بریم شیرینی میپختم میبردم با من مثلا هدیه ای چیزی و هم ازش تعریف میکردن. حدود 5-6 سال پیش کم کم با این شبکه‌های مجازی من آشنا شدم. بعد خانواده‌ام، همسرم، بچه‌ام به این پیشنهاد دادن که خب شما هم از کارهایی که درست می‌کنی یه عکسی بگیری، شما هم عکستو بذاری توی پیج خودت. اولین کاری که گرفتم این بودش که یه خانومی زنگ زدهش برای نامزدشون کیک میخواستن، کیک تولد. وقتی که اومدن بگیرن همه خانواده و بچه ها و همسرم اینا همه منتظر بودن ببینن چی میشه. وقتی که به من اسکناسا رو دادن من واقعا همینجوری مونده بودم که یعنی میشه که آدم از اینستاگرام هم بتونه پولی در بیاره. ما قشنگ 2 سال تونستیم که با همین کاری که از روی اینستاگرام شروع شده بود هزینه‌های زندگیمون رو تامین کنیم. واقعا به خانم ها، مخصوصا خانم ها، هر هنری که دارن، حتی کوچکترین چیزی که بلدن رو استفاده کنن، برای خودشون پیج رو اندازی کنن، کسب درآمد داشته باشن، رو پای خودشون وایسن، اعتماد به نفسشون مطمئن باشن که خیلی خیلی بالا میره. نادره شاملو، مشاور ارشد سابق اقتصادی در بانک جهانی، از واشنگتن با ما همطور که اشاره شد، و همینطور از همین شهر دوباره سارا شیرزاد، کارشناس آموزشی. خانم شیرزاد، سوال اول رو از شما میپرسم، چطور شد که اصلا شبکه‌های اجتماعی به این شکل زمینه رو برای خانم‌ها فراهم‌تر کرد؟ ببینید، همونطور که در ویدیوهایی که خیلی به خوبی خود خانما داشتن توضیح میدادن چطور از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن، این رسانه‌های اجتماعی برای اولین بار فرصت‌های شغلی و منابعی که لازم دارن زنان برای حضور در عرصه کارآفرینی رو به صورت برابرتری یا به صورت قابل مقایسه نسبت به مردان در دسترس زنان قرار دادن. به طور مثال شما فکر کنید یه خانومی که داره مثلا در روستاهای اطراف کاشان فرش بافی میکنه، الان میتونه به صورت مستقیم با مخاطبین خودش، با کسانی که با مشتریای بالقوه خودش از طریق یک پیج اینستاگرام یا از طریق تلگرام رابطه همزمان و دوسویه برقرار بکنه و میتونه در واقع مشتریانی داشته باشه که یک آقایی که در یک حجره فرش فروشی در بازار تهران سالیان سال داره فعالیت میکنه. همونطور که میدونین سالیان سال تئوریای مدیریت و کارآفرینی داشتن یک تاکید زیاد و زمانبری روی مارکتینگ و بازاریابی انجام میدادن. میگفتن وقتی که شما یک کالا رو میسازین باید وقت زیادی صرف بکنید که مخاطب رو بشناسید، مشتری رو بشناسید و بعد یک ویترین خیلی دقیق و زیبا و در واقع قابل لمس و خواستنی برای این کالاتون ایجاد بکنید که مشتری بیاد و بخره. و الان به صورت خیلی مستقیم این ویترین در اختیار زنها قرار داده شده برای کالاهاشون. خانم شاملو، شما سابقه کار در یکی از بروکرات ترین بزرگترین سازمان‌های جهانی رو دارید، بانک جهانی. خیلی وقتا گفته میشه که بروکراسی دست زنان رو میبنده، دیوان سالاری. آیا شبکه‌های اجتماعی در این زمینه میتونه بهتر باشه، کمک حال زنان باشه؟ اول از همه سلام به بینندگان شما و از این که من دعوت کردین خیلی تشکر میکنم. بله، خب این سیستمایی که وجود داره همیشه خیلی سیستمایی هستن که قدیمی پسند هستن، یعنی منظورم که چیزای جدید و نوآوری خیلی توشون سخت، یعنی این سیستمای بوروکراسی توشون سخت پیاده میشه. به این دلیل وقتی یک پلتفرم یا یک موقعیت جدیدی به وجود میاد، این موقعیت جدید تقریبا برای همه یکسان خواهد بود. به همین دلیل این شبکه‌های اجتماعی و مثل اینستاگرام و چیزهای دیگه، اینا
این پلتفرم رو تقریبا یکسان کردن برای خانوم ها و آقایون. به همین دلیل وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این قوانینی که دست و پاگیر هستن و یا اینکه یه صد راهی ایجاد میکنن برای خانوم ها، چون از قدیم و ندیم برای خانوم ها خیلی سخت‌تر بوده که به بازار دسترسی داشته باشن و همینطور که شما میدونین خیلی از چیزایی که خانوم ها درست میکردن و همیشه از طریق آقایون به بازار ارائه میشده و این شبکه‌های اجتماعی امکانی نمیدن که دیگه مستقیم بتونن خانوم ها این کاراشون رو به بازار ارائه بدن و از اون بوروکراسی رو به قول معروف دور بزنن، بوروکراسی داخلی کشوری رو. خانم شیرزادی یکی از کسانی که صحبت کرده بودن با ما میگفتن که شاید ایجاد یک گالری براشون خیلی سخت بوده. آیا کسانی که در سطح شخصی در شبکه‌های اجتماعی موفق هستند میتونند در سطح بزرگتر هم موفق باشن، مثلا از یک فرد تبدیل بشن به یک کارآفرینی که بیزنس و تجارت خودشون رو در سطح بزرگتر گسترش بدن؟ بله، جواب شما بله. علت اینه که میتونن اینه که تعداد زیادی از مخاطبین روی شبکه‌های اجتماعی وجود دارن و حتی شما فکر کنین امروز با اینکه تلگرام فیلتر میگن شد و یا ممنوع شد مثلا در کشور ما ایران، همچنان در واقع به قول بعضی از گزارش‌ها بیشتر از 40 میلیون یوزر یا در واقع کسایی که دارن از این سایت، از این رسانه اجتماعی استفاده میکنن حضور دارن. دسترسی که به این صورت رسانه اجتماعی به زنان میده، امکان وصل شدن به مشتریان جدید، به گروه‌های جدید و در واقع فراهم میکنه. با این توضیح که برای این باید آموزش‌های لازمی رو ببینن. مثلا شما برای اینکه بتونید کالای خودتون و خدمات خودتون رو معرفی کنید به یک گروه مشتری بزرگتر، باید حتما بتونید از مهارت‌های تحلیل در واقع تحلیل بازدید کننده های صفحه های اجتماعیتون کاملا برخوردار باشید. صحیح گفتید آموزش، بخشی از آموزش لابد برمیگرده به آموزش های حقوقی. خانم شاملو، وقتی نگاه میکنیم به آمارها به نظر میاد که ایران یا زنان ایرانی در سطوح خیلی بالایی نیستن در مجموع، به این معنا که ایران جایگاه خیلی پایینی پیدا میکنه در فراهم آوردن زمینه های قانونی و حقوقی برای کار زنان. کار بزرگتر نیاز به حمایت های حقوقی و قانونی داره. چرا ایران جایگاهش پایینه علارغم اینکه زنان تحصیل کرده، زنان کارآفرین ممکنه که درش پتانسیل خیلی بیشتری داشته باشن؟ بله، این گزارش هایی که تهیه شده از لحاظ صد راه های قانونی و همین اینا نشون میدن که ایران واقعا از لحاظ چند چیزایی که صد راه خانوما میشه یکی از بالاترین تعداد صد راه رو داره. حالا وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که تمام محیط کارو اشتغال ایران در هر صورت برای آقایون و برای خانوم ها خیلی سخته، ولی علاوه بر اون خانوم ها تعویضای بسیاری رو همین میبینن. مثلا این چند تا گزارش جدیدی که از طرف بانک جهانی و بقیه نهادها چاپ شده نشون میده که مثلا ایران از لحاظ رده بندی از پایین سومین بدترین چیز محیط کسب و کار رو برای زنان، یعنی مثلا در حدود 23 عنوان مخصوص و مخصوصی هستش که خانوم ها علاوه بر اون تعویضایی که در آقایون میبینن، خانوم ها علاوه بر اون هم این تعویضا رو میبینن. به خاطر این دلیلش اینه که این قوانین تو همه کشورها وجود داشته و در این 20 سال یا 40 سال اخیر خیلی از این کشورها این سد راه ها رو از جلوی خانوم ها برداشتن، ولی در ایران هنوز این قوانین تغییر نکردن و من میدونم که الان کارهایی داره انجام میشه و من مرتب میبینم که نشستهایی تشکیل میشه که چطوری این صدره ها رو از جلو خانوم ها بردارن. گفتگوی ما ادامه پیدا میکنه. فعلا استقلال زنان میتونه با
تلاش اونها یا به تلاش اونها برای داشتن حقوق و جایگاه برابر با مردان کمک بکنه. رویا محبوب، کارآفرین افغان، سازوکار رو طراحی کرده که زنان افغان بتونن به وسیله بیت کوین به تجارت آنلاین رو بیارن و به این استقلال اقتصادی برسن. گزارش شیدا هوشمندی داستان رویا و دیگر زنانی است که در بازار مردانه کار افغانستان راهی نو برای فعالیت اقتصادی پیدا کردند. همه چیز با تصورات آغاز میشه. من از همون دوران کودکی تصورات خیلی بزرگی راجع به خودم داشتم و فهم کردم که باید متفاوت تر زندگی کنم. از دوره پنتون که فارغ شدم تصمیم گرفتم که کار تجارتم آغاز کنم و اینقدر این دنیا شیرین بود یا اینقدر این دنیا پر از ماجرا بود که ترجیح دادم که باقی بمونم. این روایت رویا محبوب، کارآفرین افغان، از تبدیل یک رویا به واقعیته. او که امروز در نیویورک زندگی می کند، شناخته شده ترین زن کارآفرین افغان در حوزه تکنولوژی است. خانم محبوب بنیانگذار استارتاپی است با نام صندوق دیجیتال شهروندان، مؤسسه خیریه که به زنان کشورهای در حال توسعه برای ورود به بازار جهانی کمک می کند. بیشتر کار ما در سطح مکاتب یا مدرسه هاست که از سنین 12 تا 18 سال هست. دختر آموزش میبینن که چه قسم کت کامپیوتر کار بکنن. برنامه مختلفی برای بخش کامپیوتر داریم، از آشنایی با کامپیوتر تا آموزش های گیم و برنامه‌نویسی تا وبسایت بسازن، و در این حال هم یاد بگیرن چطور شبکه‌های اجتماعی رو استفاده بکنن برای اینکه برند بسازن یا مثلا یک کار تجارتی رو آغاز بکنن و برند سازی رو یاد بگیرن. در کنار اون هم ما یک بخش دیگه داریم به نام اینترپرنورشیپ که کمک می‌کنیم اقتصاد خانواده رو تدریس می‌کنیم، که کمک می‌کنیم دخترها بتونن تجارت خودشون رو از سن 16 سال شروع بکنن. این کارآفرین افغان پلتفرمی به نام حواله بازار را راه انداخته که زنان افغان می‌توانند روی آن با ارز دیجیتال مانند بیت کوین تجارت کنند. استفاده از بیت کوین به زنان این امکان را می‌دهد که یگان مدیر سرمایه خود باشند. از طریق این پلتفرم اون آموزش لازم رو اول می‌بینه. بعد از این آموزش رو دید، بعد کارش رو شروع می‌کنه. یعنی باید اون پروداکت رو داشته باشه، پروداکت رو بتونه معرفی بکنه، و برای ساختن اون پروداکت هم می‌تونه دسترسی داشته باشه به نتورک و کسانی که در این پلتفرم هستن، بفهمه که از کجا باید موادش رو تهیه کنه و چطوری باید کارش رو آغاز بکنه. وقتی این کارش هم آغاز کرد، خب بالاخره یک نیاز داره که مثلا یک پول ابتدایی رو داشته باشه تا بتونه همون مواد اولیه رو تهیه کنه یا به اصطلاح فروش رو اولیه شو داشته باشه، که باز اون هم می‌تونه از طریق گرفتن قرضه یا وام کوچک بتونه کار خودش رو آغاز بکنه. ایده حواله بازار از آن جایی متولد شد که رویا می‌دانست بسیاری از زنان کارآفرین حساب بانکی ندارند. روی حواله بازار می‌توان محصول یا خدمات را در ازای بیت کوین فروخت و بعد معادل آن را در صرافی نقد کرد. برای رویا و همکارانش راه اندازی این پلتفرم آسان نبوده، چرا که اقتصاد افغانستان پذیرای زنان نیست. آخرین آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در افغانستان 19.5% است، که اگر در کنار نرخ مشارکت اقتصادی بیش از 85% مردان گذاشته شود، تصویری دقیق‌تر از بازار کار مردانه این کشور به دست می‌دهد. افغانستان در رتبه بندی شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل رتبه 153 را در میان 189 کشور دارد. نابرابری جنسیتی در افغانستان تا حدی ریشه فرهنگی دارد. همزمان مسائل امنیتی هم دستاویزی برای ماندن زنان پشت این درهاست. مشارکت برابر زنان و مردان در اقتصاد میتواند به کل اقتصاد کمک کند. یک تحقیق در کشورهای مسلمان نشان می‌دهد که افزایش مشارکت اقتصادی زنان بیش از 1.5 تریلیون دلار به اقتصاد اندونزی کمک کرده. در عربستان و ترکیه بیش از 1 تریلیون دلار و در ایران 500 میلیارد دلار. این اقتصادها هنوز اما با برابری کامل زن و مرد در بازار کار فاصله دارند. از سال 2000 به این سو 50 میلیون زن در کشورهای مسلمان وارد بازار کار شدند. هر روز هم به سهم زنان از سفره اقتصاد اضافه می شود. روزی که برابری اقتصادی زن و مرد محقق شود، تاریخ تلاش کارآفرینان زن مانند رویا را به همه یادآوری خواهد کرد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. نادر شاملو و همینطور سارا شیرزاد همچنان با ما هستند. خانم شیرزاد، بخشی از کار شما آموزش هم هست. چه مهارت‌هایی باید
زنان داشته باشند که بتونن در شبکه‌های اجتماعی موفق تر عمل کنند؟ ببینید، مهارت‌های تخصصی شبکه‌های اجتماعی خب مهارت‌های مربوط به تحلیل مخاطبین یا کسایی که روی پیج شما رو فالو میکنن هستش. اینی که چه ساعت‌هایی از روز شما وقتی پست میگذارید افراد بیشتر توجه میکنن، اینکه چه نوع پست‌هایی مورد در واقع توجه بیشتری قرار میگیره از لحاظ شکل، از لحاظ تصویر، از لحاظ محتوا، از لحاظ گرافیک. اما من اینجا دلم میخواست که یه مقدار راجع به بقیه مهارت‌ها هم صحبت کنم، چون فرقی نداره که زنان چه از پلتفرم‌های مجازی آنلاین استفاده میکنن و یا چه به صورت حضوری میخوان به صورت در واقع در فضای بیرون از آنلاین میخوان کار بکنن، سه تا در واقع مهارت کلیدی لازمه. مهارت اول مدیریت ریسک، در واقع مهارتی هستش که به صورت کلاسیک یا تاریخی زنان همیشه بر اساس باورهای غلط گفته میشه که امکان تصمیم گیری ندارن و در تصمیم گیری ریسک های لازم رو نمیپذیرن. اتفاقا تحقیقاتی که اخیراً شده نشون میده که زنان ریسک‌های بسیار در واقع حساب شده تری در کار میگیرن در جایگاه کارآفرینی و چه بسا میتونن کارآفرین‌های موفق تری باشن به دلیل اینکه جنبه‌های مختلف ریسک رو بررسی میکنن. یک مهارت دیگه که دلم میخواست اینجا بهش اشاره بکنم مهارت در واقع انتقاد هستش، مدیریت انتقاد. زنان مدام به خصوص روی رسانه‌های اجتماعی به صورت آنلاین با ادبیاتی مواجه میشن که ممکنه مورد خشم قرار بگیرن، مورد حتی ادبیات تحقیرآمیزی قرار بگیرن، برای اینکه حضور زن همونطور که در این گزارش شما بهش اشاره کردین در بازار کار برای خیلی از کشورها هنوز مسئله قابل هضمی نیست و هنوز همونطور که خانم شاملو اشاره کردن قوانین این امکان رو نمیده. بنابراین تمرکز بر انگیزه شخصی که چرا من الان دارم این کالا یا خدمات رو ارائه میدم و دل سرد نشدن و شخصی نگرفتن موضوعاتی که یا در واقع ادبیات منفی میتونه نقش بسیار کلیدی در حوزه موفقیت زنان داشته باشه. خانم شاملو، خانومی میاد محصولات خودش رو میگذاره بر روی شبکه اجتماعی میفروشه، موفقیت زیادی هم کسب میکنه، ولی در سازمان‌های بزرگ تا چه اندازه شبکه‌های اجتماعی تونسته به خانم‌ها کمک بکنه؟ مثلا بانک جهانی، مثلا صندوق بین‌المللی پول. منظور شما از این که در داخل خود این سازمان‌ها یا اینکه این سازمان‌ها همیشه مورد انتقاد بودن که گویا تناسب جنسیتی در اونها رعایت نمیشه. آیا شبکه‌های اجتماعی از این منظر تونستن زمینه بهتری رو برای زنها فراهم بکنن که اونها مدارج ترقی رو در این سازمان‌ها بپیمایند؟ بله. خب تا حد خیلی زیادی این چیز اجتماعی یک پروبلمی هست واسه هم آقایون و هم خانم‌ها، چون در هر صورت اینا باید به یک طریقی جدیدی کار بکنن. در خود بانک جهانی من میدونم و خودم شاهد بودم که مثلا در موقعی که این بلاگ و این جور چیزا رسم شده بود خیلی به ما خانم‌ها زور می‌کردن یا اینکه خیلی تشویق می‌کردن که ما بگیریم بلاگ بنویسیم تا از کارهایی که خودمون داریم انجام میدیم بیشتر از این با اطلاع دیگران برسونیم. به این دلیل پس این چیزا شبکه‌های اجتماعی تا حد خیلی زیادی تونست اجازه میداد که خانم‌ها که شاید مثلا نمیتونستن به بعضی از این شبکه‌های خیلی مردسالار همین وارد بشن بتونن از این طریق کاراشون رو بهتر نشون بدن، مثل لینکدین یا این که مثلا همین بلاگ که بنویسیم یا این که اینجور چیزا، اینا خیلی کمک میکرد که نشون بدادن چه جور کارهایی رو میکنه و در چه سطحی این کارا رو انجام بده، چه کنفرانس ها یادم میره، چه جور مثلا گزارش های مینویسه و اینا. سپاسگزارم از نادره شاملو، مشاور ارشد سابق بانک جهانی از واشنگتن با ما، و باز هم از همین شهر سارا شیرزاد، کارشناس آموزشی. از کودکی یادگیری پیانو رو شروع کرد. عشق نرگس جاجرمی به موسیقی او رو در کنار کارهای دیگرش به نواختن در خیابان هم علاقمند کرد. داستانش رو از زبان خودش بشنوید. فرن تقی‌زاده با او صحبت کرد. 1 2 3 4 بار دیگر.
سلام، من نرگس جاجرمی هستم، 16 سالمه. از 5 سالگی موسیقی کار کردم و حدودا 2 سال بعدش که میشه 7 سالگی پیانو رو به عنوان ساز تخصصی من انتخاب کردم. شب سیاه و باد و بار، شب سیاه و ماه آن نرا به ما شدن دوره دبستانم امتحان ورودی هنرستان موسیقی دختران تهران رو دادم، قبول شدم و بعد هم امتحان ساز پیانو که یکی از پرمتقاضی ترین امتحانا و سازهاست رو دادم و تونستم اونجا هم به عنوان هنرجوی پیانو درس بخونم. و چون همیشه فلوت رو هم دوست داشتم به عنوان ساز دومم انتخاب کردم و در کنار پیانو با هم کار میکنم و پیش میبرمش. آکاردئون سازی بود که من همیشه دوست داشتم نوازندگیش رو تجربه کنم. شروع کردم به یاد گرفتم بدون استاد و چون بیس موسیقی داشتم خیلی راحت تر جلو رفتم. و 2 هفته قبل از اینکه برای همیشه مهاجرت بکنیم یه ساز کوچیکی رو تهیه کردم و اون دوران بعد مهاجرت که خیلی خیلی همه شوکن و من با آکاردئون سرم گرم بود. چون تجربه اجرای خیابونی رو توی ایران هم داشتم از مام بابام خواستم که برم توی خیابون اونجا هم ساز بزنم و از همون روز اول همیشه ساپورت هم کردن و الان هم که میرم بعضی موقع اجرا میکنم توی خیابون همیشه همراه هم هستن. تجربه موسیقی خیابونی اینجا برام خیلی خوب بود، باعث شد که با آدم‌های آشنا بشم و ارتباطاتی پیدا کنم که منجر بشه دوباره فعالیت هنریمو اینجا شروع بکنم، مثل تدریس موسیقی به بچه‌ها یا آشنا شدن با استادایی که تونستم از طریقشون. یک دوره ورکشاپ سیکرت هست که بهترین موزیسین‌های جهان هر سال دور هم جمع میشن و کلاسایو برگزار میکنن و با هم همنوازی میکنن. و اخیراً هم یک کار تئاتر رو به کارگردانی آقای مشکین قلم داریم کار میکنیم. جایگاه موسیقی خیابونی توی ایران یک چند سالی که خیلی خیلی زیاد عوض شده و من این تغییر رو خیلی زیاد حس کردم که الان اگر یک نوازنده توی خیابون باشه شاید درصد خیلی خیلی کمی فکر کنن که از یه نیازش داره این حرکت رو انجام میده. مردم ایران از موسیقی خیابونی هم خوشحال میشن و هم حمایت میکنن و این دقیقا نگاهیه که مردم اینجا نسبت به این کنش دارن. همه چی خیلی خوب و خیلی خوشحالم از این که این روند داره پیش میره و همه چی بهتر میشه. آفرین به نرگس جرجرمی، ممنونم از همراهی شما با این برنامه.